از زمان ظهور ویروس کرونا در ووهان چین در سال 2019 مقامات این کشور به اجرای سیاست کووید صفر روی آوردند تا همه گیری را مهار کنند. کووید صفر سیاستی است که طی آن دولت بالا رفتن آمار ابتلا در هیچ منطقه‌ای را برنمی‌تابد و بلافاصله برای کاهش آن سیاست‌های سخت گیرانه در پیش می‌گیرد. اما سیاست کووید صفر شامل چه مواردی است؟ پس از آنکه در یکی از استان‌های شهرهای چین موارد بالایی از ابتلا به کرونا گزارش می‌شود، مقامات محلی موظفند به سرعت قرنطینه‌های سخت‌گیرانه‌ای در آن منطقه اجرا کنند. به طور مثال، اواخر سال 2021 شهر 13 میلیونی شیان به علت شیوع کرونا به طور کامل قرنطینه شد و مردم حق بیرون آمدن از خانه‌های خود را نداشتند. بر اساس این سیاست، در زمان قرنطینه خروج از خانه بجز موارد اضطراری مانند رفتن به بیمارستان مجاز نیست. پلیس هم در این مدت نظارت خود را افزایش می‌دهد و افرادی که مقررات را رعایت نکنند با جرایم سنگینی روبرو می‌شوند. همچنین در این مدت هیچ کدام از مشاغل بجز مشاغل ضروری حق فعالیت ندارند. مدارس و حمل و نقل عمومی تعطیل است و تقریباً هیچ وسیله نقلیه‌ای تردد نمی‌کند. سیاست کووید صفر چین اقدامات مکمل دیگری هم دارد. در حال حاضر سفر به چین یا خروج از این کشور برای شهروندان کشورهای دیگر به شدت محدود شده. اقدامی که از 2 سال قبل با محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای در سفرهای داخلی نیز همراه بوده است. در راستای محدودسازی بیشتر سفرهای بین‌المللی، صدور و تمدید پاسپورت برای سفرهای غیر ضروری شهروندان چین در داخل و خارج این کشور متوقف شده است. همچنین هر مسافری که وارد چین می‌شود باید به محض ورود مورد بررسی پزشکی قرار بگیرد و به مدت دست کم 2 هفته به هتل‌هایی برای سپری کردن دوران قرنطینه فرستاده شود. هم اکنون با نزدیک شدن به آغاز بازی‌های المپیک زمستانی در چین، چندین شهر این کشور به دنبال مشاهده موارد بالای ابتلا قرنطینه شدند. همه این اقدامات باعث شده موارد ابتلای روزانه در کشور پرجمعیت چین به ندرت از مرز 150 نفر عبور کند و اکنون این کشور اکثر روزهای خود را بدون فوتی‌های کرونایی سپری می‌کند. چین در روزهای اخیر به طور میانگین کمتر از 70 مبتلای روزانه را شناسایی کرده که کمترین میزان ابتلا در این کشور طی 2 ماه گذشته است. این آمار نشان می‌دهد سیاست‌های کووید صفر چین به همراه واکسیناسیون کامل 85% از جمعیت این کشور در برابر سویه‌های مختلف کرونا و حتی سویه اومیکرون موفقیت‌آمیز بوده است.